سینماها در سراسر ایالات متحده این هفته با بلیت‌های ارزان و پاپ‌کورن‌های تخفیف داده شده و اقدامات ایمنی جدید از تماشاگران استقبال می‌کنند. البته در شهرهایی که همچنان خطر سرایت کرونا بالاست، مثل لس آنجلس و نیویورک، سینماها همچنان بسته خواهند ماند. سینماها در سراسر جهان به طور ناگهانی 5 ماه پیش تعطیل شدند. صنعت سینما ضربه سختی خورد و ده‌ها هزار نفر بیکار شدند. شبکه سینماهای زنجیره‌ای در آمریکا قول اقدامات گسترده‌ای را برای محدود کردن احتمال ابتلا به کرونا در سینماها داده است. از جمله این اقدامات ضروری بودن استفاده از ماسک توسط کارکنان سینماها و نیز تماشاگران بجز هنگام غذا خوردن یا آشامیدن است. فروش بلیط‌ها نیز محدود شده تا جای خالی بین صندلی‌ها برای رعایت فاصله اجتماعی حفظ شود. قیمت بلیط در افتتاحیه سینماها در بزرگترین شبکه سینماهای آمریکا AMC فقط 15 سنت است. و بعد از آن فقط 5 دلار برای فیلم‌های کلاسیک، چون تولید جدیدی در سینماها نمی‌شود و فیلم‌های قدیمی نمایش داده می‌شود. تنها 2 فیلم جدید هست که با قیمت بلیت متفاوت در سینماهای آمریکا به نمایش گذاشته می‌شود. آنهینج با بازی راسل کرو و فیلم تنت ساخته کریستوفر نولان. نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا این فیلم‌ها که زمانی می‌توانست سیل تماشاگران را به سینماها سرازیر کند، خواهند توانست در این شرایط کرونایی هم جلب تماشاگر کنند. سامان پژوهان، صدای آمریکا.